نورالحق عمری، آگاه مسائل اقتصادی با ما در استیدیو هستند و در رابطه با نشست اقتصادی که در روسیه همه ساله برگزار میشه به سطح جهانی، که خوشبختانه از افغانستان هم دو نفر هیئت رفته بودند و در اینجا و در روسیه اشتراک کرده بودند در این کنفرانس اقتصادی، میخواییم در این ارتباط همراهشان صحبتهایی داشته باشیم. ممنونتان آقای عمری که دعوت ما را پذیرفتین و مهمان شدین. صبحتان بخیر، امروی بینده هم کلام شدین. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم تکنیکیتان و از طریق تلویزیون زیبای ملی افغانستان برای تمام هموطنان عزیز خود عرض سلام و ادب دارم. سلامت باشین. ببین، در رابطه با اهمیت نشست اقتصادی در روسیه در ارتباط برای بینده آوازات بده. قسمی که شما خبر دارین در جهان کنفرانس های اقتصادی گوناگون دایر میشه سالانه و یکی از اون کنفرانس ها در شهر سن پترزبورگ روسیه هست که هم خود شهر سن پترزبورگ از لحاظ سنتی یک شهر بسیار قدیمی هست و مردم بر نمایشات بنده نمایشگاه ها و کنفرانس که اشتراک میکنن، مسائل اقتصادی هم، مسائل هنری، مسائل سیاست و در همه بخش ها اینا در اینجا اشتراک میکنن. کنفرانس امسال نسبت به کنفرانس سالهای گذشته متفاوت تر بود. خب تفاوتش دایی بود که سالهای گذشته حدود 160 تا 170 کشور و نهادهای جامعه جهانی در اشتراک میکرد. ولی جنگ اوکراین و تحریم هایی که علیه روسیه صورت گرفت، امسال حدود 40 کشور و نهادهای بزرگ جهانی در اشتراک کرد. خب از طرف افغانستان هم نهادهای بسیار از طاق تجارت افغانستان و نمایندگی امارت اسلامی افغانستان در اونجا اشتراک داشتن. امسال یک بحث کاملا جداگانه در این کنفرانس صورت گرفت. شما در جریان هستین که جنگ اوکراین از لحاظ اقتصادی هم اروپا، هم امریکا و هم خود روسیه را متضرر ساخت. قرار که گزارش هایی که رسانه ها اعلان کردن و خود رئیس جمهور روسیه در بیانیه خود گفت که اروپا به اثر تحریم هایی که بر روسیه آورد حدود 400 میلیارد یورو خساره کرد. در حاشیه از این کنفرانس، جلسات و کنفرانس هایی که صورت گرفت، این جامعه اروپا کاملا تایید کرد که این تحریم ها به نفع خود اروپا نبوده بلکه به نفع روسیه بوده. درست. طور مثال حدود 97 میلیارد یورو روسیه از فروش مواد خوراکی و مواد نفتی خود اضافه از پلان مفاد کرد. روی از این مسائل بحث های زیاد صورت گرفت. دو گپ بسیار عمده و اساسی این کنفرانس داشت. یکی تشکیل یک گروه جدید اقتصادی در جهان که این گروه جدید سه کشور بزرگ اقتصادی که روس، چین و هند است و همچنان ایران هم با اینا اضافه شد. و موضوع دوم، موضوع خود جایگزین شدن پول دلار، دیگه پول به عوض پول دلار در جهان است. در معادلات تجارتی باید یک پول دیگه باید جایگزین شود. همین کشورهایی که بیشتر خدمتتان عرض کردم که روس و چین و ایران و روسیه هستند، در حاشیه صحبت‌های خود اینا گفتند که باید دیگه از معادلات تجارتی جهانی حرف اول باید دلار نزنند. درست. این لحاظ اقتصادی بر کشورهایی که در همسایگی از این کشورها قرار داره بسیار جد اثر مثبت داره. مثلا ما افغانستان در همسایگی روس و همسایگی چین و همسایگی ایران و هند قرار داریم، میتونیم که از این بهره خوب ببریم. از دو نگاه، اولی که جنس را که ما خریداری میکنیم از این کشورا با دلار اگه خریداری نکنیم، با پول خودشان خریداری بکنیم، چون قیمت پول خود کلدار هندی، روبل روسی و ین چینی نسبت به دلار بسیار در سطح پایین قرار داره، ما میتونیم جنس ها رو به بسیار قیمت پایین خریداری بکنیم که سر قیمت ها بسیار تاثیر مثبت داره. و دومی که فشاری که فعلا در بازار افغانستان روی دلار است، هم پایان میافت، پایان میافت و یک نوید خوش است. یعنی یکی از راه های
قیمت پایین کردن هم همه موضوع دلار هستن. اگر ما مثلا بریم به یانگ چینی یا به پیسی روس هم خریداری بکنیم، قیمت ها برای ما شما پایین کاملا تمام کاملا بشن. کاملا. و یک مطلب بسیار عمده و اساسی که در حاشیه صحبت ها صورت گرفت، وعده روسیه با کشورهای همسایه و کشورهای به حساب کشورهای دوستش هی بود که خصوصا کشورهایی که در جهان سیام یا فقیر مثل کشور افغانستان، پاکستان و سایر کشورهایی که در همسایگیش قرار داره، برای از اینا وعده داد که ما از روی معافیت و کاهش مالیات اموال صادراتی خود بحث خواهد داشت. یعنی خوشبینی ها بسیار زیاد هستند. کاملا کاملا. حتی چند سرچند قلم توافق صورت گرفته که باید بر کشورهای نزدیک به روسیه باید اینا معافیت مالیاتی اعلان بکنن، ولی تا بال اقلامش مکمل تثبیت نشده، ولی در اجلاس عمومی یک گپ صحبت شده و یک نوید داده شده. امیدوار به این هستیم که معافیت در نظر گرفته شود، قیمت مواد خوراکی و مواد سوختی و انرژی در افغانستان دوباره کاهش پیدا میکنه. و یک مبدأ مسئله دیگه که در این کنفرانس گوشزد شد این بود که به جهان گفته شد که اگر شما با روسیه تعامل بکنین، ما اضافه هست 50,000 میلیون تن غلات فعلا بر صادرات آمادگی داریم. یعنی میتونیم که تمام غلات بر تمام دنیا ما صادر بکنیم و از این تورمی که در جهان به وجود آمده این را ما جلوش بگیریم و دوباره حالت عادی را بر بگردانیم. حالا یه ارتباط داره با کشورهای اروپایی که اونا چقدر میخواین در این مورد تصمیم بگیرن و چقدر میتونن از سیاستهای خود تغییر بدن. برای افغانستان چند موضوع بسیار عمده و اساسی هست در آسیا. آسیا از این نشست ها که صورت میگیره، طاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و نماینده های تاجرای افغانستان که در اونجا اشتراک کردن، به نظر من باید چند موضوع بسیار با دقت به نظر بگیرن. اولی که قراردادهایی که با کشورهای با شرکت‌های بزرگ صورت می‌گیره، ببخشید، این قراردادها باید به شکل دوامدار باشه، مقطعی نباشه، مثلا برای یک ماه و دو ماه و سه ماه نباشه، باید حداقلش یک ساله باشه. و دومی که نرخش ثابت باشه. ما تجربه کردیم که و کشورهای شرکت‌هایی که قراردادها رو بسته می‌کنه باید اونا متحد باشن به عملی کردن این قراردادها. متاسفانه ما دیدیم که قراردادهایی که ما در مورد انرژی، تیل و گاز داشتیم تا چند ماهی گذشته، حتی یک ماهی گذشته این قراردادها فسخ شد و قیمت جهانی که بلند رفت، اینا مقدار را که بر ما وعده کرده بودن او را تا 20% کاهش دادن. بله، تصامیم یکی از اثرات بسیار مهم، ضربه بسیار بزرگ برای ما همی است. دقیقاً. تصامیمی که در این کنفرانس گرفته شده همیش را به فال نیک میگیریم و همیش برای افغانستان خوب هم هستن. مثلا امروز قسمی که شما گفتین دلار حرف اول را میزنه. اگر ما بین بیان که چین خریداری بکنیم قیمتش پایین‌تر هست و برای ما هم ارزان تمام میشه. اگر ما با $100 حال یک جنس را میتونیم خریداری بکنیم، ولی که اگر همو پول را باز به پیسه هند به پیسه چین تبدیل بکنیم، شاید ما 5 جنس را خریداری کرده بتانیم که هم بسیار خوب است برای افغانستان. به چی وقتی وعده تحقق پیدا خواهد کرد؟ خب این صحبت هایی بود که در جلسه روی صحبت شده، ولی توافق نهایی شما میگن که لحاظ تکنیکی باید این کشورها با هم نشست هایی داشته باشند، لحاظ تکنیکی باید بحث هایی که از اونا رو انجام بدن. و یکی از مواردی که وجود داره ای است که یک برنامه یا پلانی وجود داره که یک پول واحد مثل پول یورو که بر اروپا ساخته شده، یک پول واحد بین از یک قدرت های اقتصادی اگه ساخته شده، اونا سر از این هم فکر دارن که اگه یک پول واحد بتانن بسازن، این باز میتونه که جاگزین یورو و دلار در سطح همین کشورهای منطقه شده که این هم برای ما و برای کشورهای منطقه بسیار جد خوب است. لحاظ اقتصادی دقیقا. و یک موضوع دیگه موضوع گندم، تیل و آرد هستند. آیا هم در این جلسات یاد شدند؟ در ارتباط هم توجه جدی روسیه و کشورهای همسایه هستند؟ کاملا کاملا. من خدمت شما عرض بکنم که قیوداتی که در صادرات گندم و مواد نفتی به سایر کشورهای اروپایی است، برای افغانستان نیست.
ما خوشبختانه در جمله کشورهایی هستیم که حالت بسیار نرمال و عادی چیره داریم. صادرات واردات مواد خوراکی و مواد نفتی را داریم. فقط یگانه مشکلی وجود داره که در زمانی که بازار جهانی قیمت ها بالا میره، این هم تاثیر منفی خود سر ما داره و چون تقاضا در بازار زیاد میشه، شرکت های بزرگی که در با ما قرارداد دارن، اونا زمانی که متوجه از این میشن که کشورهای دیگه خریداری زیاد باید بکنن، اونا هم توجهشون به خاطر منفعت شخصیشون به اون طرف زیاد میشه و از قراردادهایی که با ما کردن با از اون سر باز میزنن و همون مواد به طرف کشورهایی که از سود بیشتر و مفاد بیشتر برشان میده به اون طرف انتقال میده. دقیقا. که یک من پیشترم خدمت شما عرض کردم که در تفاهم‌نامه و قراردادها باید دیگه بسیار دقیق نوشته شود که در آینده جلوی گپ گرفته شود. شما دیدین که در ظرف یک ماه گذشته یا 20 روز گذشته با یک بارگی قیمت تیل به بسیار سطح بالا رسید و امیدوار به این هستم که اثر نتایج کنفرانس دوباره قیمت تیل پایان بیاید. دقیقاً. پالیسی امارت اسلامی هم خب برای همه دنیا معلوم شده هستند که و هم میخوان روابط خوب با همه کشورها داشته باشند، روابطی که به اساس منافع به کشور افغانستان بوده باشند، نه ای که به زیان افغانستان بوده باشه. و موضوع اقتصادی را هم امارت اسلامی بسیار زیاد تلاش میکنه که به هر نحوی بوده باشه مهار بکنه و در دست خود گرفته باشه. بین اگر ربط بتیم پالیسی امارت اسلامی را با نشستی که در روسیه صورت گرفته بود و اگر عملی شوه، آیا به نحوی خواهیم توانست که کنترل نرخ را بر دست خود امارت اسلامی باشه و بتانیم که نرخ ها به سطح پایین به بازار ارزش باشه؟ کاملا. من خدمت شما عرض بکنم که ما باید که یک شکل وطنی گپ بزنیم. اگر شما در یک منطقه زندگی میکنین، چهار تا همسایه که در چهار برتون زندگی میکنه با این روابط خوب داشته باشین، شما از هر لحاظ مسئول میباشین. صبح از خانه میبرین، میاد با دفتر دلتون جمع میباشه که برو همسایه پولیم، همسایه دست راستیم، دست چپیم، پیشتر پیشروی، اینا همه کسایی هستن که مواظب خانه ما میباشن. این خود کشورها هم به می شکل است. خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان یک سیاست بسیار خوبه با در رابطه با روابط تجاری و روابط سیاسی با کشورهای همسایه داره و امیدوار به این هستیم که همین روابط خوب منجر به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان هم شوه تا ما از این مشکلاتی که فعلا وجود داره از این رهایی بیافیم. واقعا که فعلا ما چیزایی را که بر ما وعده شده داده شده، برای سکتور خصوصی افغانستان وعده داده شده، کلش نتیجه نزدیکی امارت اسلامی افغانستان با همین کشورهای همسایه بخصوص با روسیه و چین و ایران است. دقیقا. به چین، ایران و روسیه هم از کشورهایی هستند که به افغانستان نزدیک هستند. اگر دریا نداریم میتونیم که به شکل ریل و در موترا هم واردات صادرات صورت بگیره. بسیار گپ نیک هستند. امیدوار هستم که عملی شو و به خصوصی که اینقدر متکی نباید به دلار هم بوده باشیم، یک پولی واحد دیگه اگر تایید شو و به خرید و فروش صورت بگیره، جایگزین دلار شو، هم گپ بسیار نیک است و امیدوار هستم که مسائل هم بینده های نهایت عزیز به زودترین فرصت تحقق پیدا بکنه تا شاهد تغییر مثبت در اقتصاد افغانستان بوده باشیم و بتوانیم که نرخ‌های مواد خوراکی و بخصوص تیل، گندم، آرد، برنج و امثال هم بوده باشه. در کوتاه مدت چه پلان و برنامه را میتونه امارت اسلامی روی دست بگیره به خاطر کنترل نرخ؟ خب در کوتاه مدت من خدمت شما عرض کردم که چون ما یک کشور وارداتی هستیم، متاسفانه تا زمانی که ما نتونیم قیمت‌ها را در بیرون کاهش بدیم و همین جاگزین پول دلار یک پول دیگر را نسازیم که اگر بتونیم به خود روبل خریداری بکنیم و یا معافیت مالیاتی را که روسیه برای ما وعده کرده که از مجرای دیپلماتیک باید با جانب روسیه تعقیب شود، این یک دستاورد بسیار خوب است برای امارت اسلامی افغانستان و میتونه سر قیمت ها بسیار تاثیر مثبت داشته باشه. ما تقریبا، من خدمتتون در مصاحبه قبلی خودم گفتم که تقریبا چهار ماه قبل یک جلسه بود که وزیر صاحب تجارت با وزیر تجارت قزاقستان و جمعی از تاجرایی که مربوط به مواد خوراکی و مواد نفتی بود در هتل کانتیننتال کابل ما جلسه داشتیم و یکی از طرحها همی بود که
در حدود 50 دلار فیتون کمیشنی که از طرف حکومت روسیه بالای قزاقستان در صادرات مواد غذایی بر افغانستان وضع میشه، این معافیت باید پیدا بکنند. که اگر این معافیت که این مالیات و این 50 دلار بر ما معافیت پیدا بکنه، یک مقدار بسیار زیاد پول است که ما میتونیم سر نرخ ها بسیار زیاد تاثیر بکنیم. دومی که ما امیدوار به این هستیم که اوکراین و روسیه یک نشست رو در رو داشته باشند، جامعه اروپا تر از این گپ حال کار میکنه. اگر مشکل از راه سیاسی حل شود، مشکل افغانستان بسیار زود حل میشه، به خاطر از اینکه بنادر وقتی که باز شود مواد خوراکی به طرف کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه که ضرورت دارن به اون طرف برسه و فعلا بسیاری کشورها در حالت ذخیره سازی هستند، از این حالت دست بکشن، خود به خود قیمت مواد غذایی در بازار قزاقستان و روسیه پایان میه، وقت باز هم سر ما تاثیر بسیار مثبت داره. ولی امارت اسلامی افغانستان موضوع معافیت مالیاتی را باید 100% از مجرای دیپلماتیک باید تعقیب بکنه که یک دستاورد بسیار خوب بر نزدیکا هست. دقیقا امیدوار هستم که همه صحبت هایی که شدن تحقق پیدا بکنن. ممنون تان از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان برنامه سلام صبح بخیر شدین. تشکر تشکر از شما.